سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز امیدوار هستم که جانتان جور باشه و صحتمند و دلتان شاد باشه شاگردای عزیز امروز درس سوم از کیمیای سنفی افتومه در خدمت شما هستم قبل از اینکه درس آغاز کنیم بر شما یک نمبر میگم که از طریق این نمبر با ما ارتباط برقرار میکنید و اگر کدام سوال دارید یا کار خانگی دارید میتونید به این نمبر برای ما روان کنید. نمبر به این صورت است 20964 780 255 4013 که از طریق این میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. خوش آگر عزیز می یک نگاهی داشته باشیم به خلاصه درسی امروز که ما و شما امروز چی یاد میگیریم با هم یک جای خلاصه درسی که امروز ما و شما می خواهیم با هم نگاه کار کنیم و یاد می گیریم شاگرده عزیز به این صورت هست امروز ما و شما یاد میگیریم گیریم آلات ماده و عرارت که عرارت چه قسمی بتانه بر روی آلات فیزیکی یک ماده تاثیر بیزاره اینو با هم کار میکنیم و در ادامه این و این را یاد میگیریم که این چه قسمی رخ میده این چه قسمی و در ادامه تبخیر سطحی را یاد میگیریم که تبخیر چگونه و چه قسمی رخ میدهد و در آخر هم مطلبی که ما شما امروز یاد میگیریم عوامل مؤثر در تبخیر سطحی هست که چه عواملی باعث میشه که تبخیر سطحی بیشتر شود یا کمتر شود این مطالبی هست که امروز ما و شما میخواهیم با هم کار کنیم اه، تا به حال به این فکر کردین که در یک روز تابستانی که هوا بسیار گرم است یک آیس،, آیس کریم چه قسمی آب میشه یا یک یخ در یک محیطی که قرار میگیره چه قسمی تبدیل به مایع میشه یا بخار شدن آبی که درون یک ظرف هست و عرارت میبینه این چه قسمی رخ میده شاگردای عزیز آفرین احسن به شما کنگی مثال هایی که برای با تان گفتم میتونه با کمک ارارت و افزایش دما میتونه که این تغییر حالت فیزیکی رخ بده باعث میشه که ارارت مایع جامد به مایع تبدیل شوه و مایع به گاز تبدیل شود. درست است پس ما اینجا فهم که بله ارارت و افزایش دما میتونه که حالت فیزیکی مادر برای ما تغییر بده خب حالا میخوایم ببینیم که تاثیر ارارت بر روی مواد چه قسمی است در عزیز وقتی ما یک ماده را ارارتش بلند میکنیم یا کم میکنیم ماده باعث میشه که انقباض پیدا کنه یا انبساط پیدا کنه حالا در ادامه یاد میگیریم که انقباض چه قسمی رخ میده و انبساط چه قسمی خب به نظر شما شاگردای عزیز انبساط چه قسمی رخ میدهد ما با یک مثال می برای شما تشریح میکنیم که چه قسمی انبساط اتفاق میفته شما یک را در نظر میگیرید شاگردای عزیز که درون این ترمامتر سیماب قرار داره وقتی این را حرارت میتیم باعث می شود که مالکول ها مالکول های سیماب مالکول های سیماب باعث می شود که به واسطه حرارت به حرکت و جنبش بیاید و فاصله بین مالکول ها زیاد میشه افزایشی حجم پیدا میکنه و باعث میشه که سه ماه ده ترمامتر ما به سمت بالا سود کنه و حرکت کنه خو این عملیه رو ما بهش انبساط میگیم پس انبساط ده حرارت بلند و با افزایش حجم امرو هسته یک مثال دیگر را به شاگردای عزیز فرض کنید شما در کلاس درس هستین هوا بسیار گرم است و احساس گرما میکنید خب امسین فیت همسین فیت میاد در کنار شما شما میگه نه از من دور شو که هوا خیلی گرم است همین حرکت شما میتونه مشابهت یک انبساط داشته باشه هوای گرم حرارت بلند باعث افزایش حجم میشه و باعث حرکت و جنبشی زیاد میشه این شد عملیه انبساط که براتون گفتیم خب عملی این چی هست؟ اینم با یک مثال برای سان توضیح میتیم و یاد میگیریم که این چی قسمی رخ میده. باز با کمک یک آزمایش اگر شما یک بوتل داشته باشین یک پوانه در سر این بوتل محکم بسته شده باشه خب این بوتل با امرای باد کنکت در یک ظرف آب جوش قرار بیتین عرارت بلند باعث میشه که مالیکول های گازی که در دا داخل بوتل هسته و جنبش و حرکت بیاید از هم دیگه فاصله بگیره افزایش حجم داشته باشه و باعث میشه که پر پرباد شوه خب آلی اگه امی بوتله که دارای بغانه هستن بیایم در یک ظرفی پر از یخ قرار بیتیم شاگرهای عزیز چی اتفاق میفته اگر در دا داخل یک ظرف پر از یخ قرار بیتین ارارت پایین میآید. وقتی که ارارت پایین بیاید شاگرده عزیز باعث میشه که مالیکول های ما از حرکت و جنبیش باز بمانه و باعث میشه که این مالکول ها به هم نزدیک شود. کاهش حجم رخ میدهد و باعث میشه که اوای داخل پوغانه خالی شوه این عملیار انقباض گفته میشه شاگردای عزیز پس انقباض در حرارت پایین و با کاهش حجم همراه هستن. خب یا یک مثال دیگه که در زندگی روزمرگی ما شما داریم هوا بسیار یخ هسته و شما خود جمع میکنید که یخ هسته کمپل هم برای خود میندازین که گرم بیایید این عملیه شما مشابهت داره و این قباس پسی ای شد تعریف این قباس که ما شما یاد گرفتیم های عزیز این قباز و این بیسات شما یاد گرفتین که چی است درست است شما میتونید حالی که یاد گرفتین در اطراف و محل خود خوب دقت کنید میتونید تحقیق بر شما بیتونید تحقیق بکنید از پدر خود مادر خود یا دوستای خود در اطراف خود مشاهده بکنید و چند نمونه از این و این قبازات را شناسایی کنید و برای من به نمبری که در ابتدای درس براتون گفتم روان کنید فرض کنید شما در یک هوای تابستانی بسیار گرم در زور تابستانی رفتین به بیرون بسیار عرق کردین شاگردای عزیز خو خب؟ حالی می روین در یک, یک, جای استراحت می کنید و بدن شما احساس خونک بودن را می کنه. به نظر شما شاگرد عزیز چی اتفاقی رخ داده؟ کم اگه فکر کنید آفرین اصلا به شما عملیه تبخیر صورت گرفته چه قسمی وقتی که شاگرد های عزیز شما ده هوای بسیار گرم عرق میکنید باعث میشه که این مالکول هایی که مالکول های مایه که بر روی سطح پوست شما قرار گرفته که همو عرق هستن اینها میخواه که از سطح پوست شما آزاد شوه و به هوا بره خب نیاز به انرژی داره انرژی خود از بدن شما میگیره از گرمای بدن شما میگیره و این مولکول ها از سطح پوست شما آزاد میشه و به هوا میره و عملیه تبخیر صورت میگیره و بدن شما احساسی خنک بودن را میکنه این شده یک مثال از تبخیر سطحی که ما شما یاد گرفتیم پس تعریفی تبخیر سطحی از این به طور کامل تر میشه جدا شدن مولکول های مایه از صد هی مایه باشه که در هر دمایی رخ میدهد در ده هر دمایی به این صورت که هم دوای گرم رخ میدهد هم دوای سرد در هوای گرم با تفاوت که چون دما و حرارت بلندتر هست تبخیر سطحی بیشتر و سریعتر رخ میدهد اما در که سرد باشد چون حرارت پایین است به همون ترتیب باعث میشه که تبخیر سطحی ما یک مقدار کندتر و کمتر باشه خواهی شد تعریفی تبخیر سطحی ما یاد گرفتین حالا میخواییم ببینیم که چه عواملی میتونه در تبخیر سطحی تاثیر بذاره تبخیر سطحی ما زیاد کنه یا کم کنه سه عاملی بسیار مهم و اصلی هست شاگردای عزیز که میتونه بر روی تبخیر سطحی تاثیر بگذاره یک تایش دما هسته دومین دو عامل فشار هواسته و سومین سو عامل سطح مایی هستن که هر کدام جداگانه می با هم کار میکنیم که چه قسمی ای عوامل باعث میشه که بر روی تبخیر تاثیر بذاره <applause> <applause> اولین عامل دما هست شاگرای عزیز اگر یک ظرف رو در نظر بگیریم که پر از آب هست و در شرایط عادی قرار گرفته باز یک ظرف دیگه قرار یا م... یک ظرف دیگه ای را در نظر بگیرین که پر از آب هسته و عرارت میبینه به نظر شما کدام یک از این ظرف ها باعث میشه که تبخیر سریعتر و بیشتر رخ میده آفرین اصلا به شما ظرفی که دارای حرارت باشه ظرفی که ظرف آبی که حرارت ببینه باعث میشه به خاطر که حرارت بلند هسته جنبش مولکول ها بیشتر میشه و مولکول ها ضربه میزنه به سطح مولکول که به سطح مایع که خارج شده به هوا درست است پس تبخیر سطحی بیشتری رخ میدهد پس با افزایش دما تبخیر در سطح مایعات بیشتر میشود دومی دو نامل فشار حواس تشاگرده عزیز دو مکان شما در نظر بگیرید یک مکان در سطح زمین باشه فرض کنید یک مکان دیگه در بالای کو باشه برای در شما در کدام یک تبخیر بیشتر رخ میدهد آفرین به جواب نزدیک شدین در مناطقی که در بالای کو باشه تبخیر بیشتر رخ میدهد چرا؟ به خاطر که فشار هوا در بالای کو کمتر است شاگردای عزیز وقتی که فشار هوا کمتر باشه وقتی که فشار هوا کمتر باشه چگونه تبخیر بیشتر صورت میگیره به این صورت که در این قسمت فرض کنیم که فشار هوا است هر چقدر های هوا یا فشار هوا کمتر باشه مولکول های سطح مایع راحت تر میتونه که آزاد شوه و با مزاحمت مولکول های هوا برخورد نمیکنه و همی صورت در ارتفاعات یا در بالای کو چون فشار هوا کمتر است تبخیر هم بیشتر صورت میگیره خب شاگرد های عزیز سومین عامل سطحی مایی هست که میخوایم ببینیم که چگونه چه قسمی میتونه روی تبخیر سطحی تاثیر بذاره فرض کنید باز شما یک ظرف پر از آب دارین که عرارت میبینه باز یک زمین زراعت هم میبینین به نظر شما کدام یکی از اینا میتونه که تبخیر سطحی را سریعتر و بیشتر انجام بده آفرین به شما اصلا به شما زمین زراعت میتونه تبخیر سطحی رو سریعتر انجام بده بیشتر انجام بده از چه خاطر از این خاطر که زمین زراعت وسعت آن بسیار زیاد هست چون وسعت زیاد هسته بنابراین مالکول های مایع راحت تر میتونه که از سطح مایع فرار کنه و به هوا آزاد شود و تبخیر بیشتر رخ بدهد پس شد سطحی مایع که هر چه سطح مایع وسیع تر تبخیر سطحی بیشتری رخ میدهد خب عزیز این سه عاملی که بود که من برای تان گفتم که بر روی تبخیر سطحی میتونه تاثیر بذاره شما دیگه عوامل هم میتونه که بر روی تبخیر تبخیر سطحی تاثیر بذاره شما میتونید به عنوان تحقیق بررسی کنید در ماحول خود ببینید که دیگه چه عوامل باعث تبخیر سطحی میشه و تبخیر سطحی را بیشتر میکند. و برای من به نمبری که در ابتدای درس گفتم روان کنید خب یک جنبندی داشته باشیم شاگردای عزیز امروز ما شما چی یاد گرفتیم امروز ما و شما یاد گرفتیم که این انقباض چی هست است, است؟ گفتیم که با حرارت پایین با کاهش حجم انقباض رخ میدهد این بساط تعریف کردم برای شما یاد گرفتیم نه این بساط گفتیم در حرارت بلند با افزایش حجم همراه هستند و گفتیم حرارت هرچی بالا رو باعث میشه که آلت فیزیکی ماده تغییر پیدا کنه دیگه چی کار کردیم با هم دیگه؟ تبخیر سطحی رو یاد گرفتیم درست است و جدا شدن مالکول ها از سطحی مایع تبخیر میگفتیم که تبخیر در ارد دمایی رخ میداد دیگه گفتیم از عواملی که بر روی تبخیر سطحی میتونه تاثیر بگذاره یک دماست که اگر دما بلند رو بالا شود حرارت بلند باعث میشه تبخیر سطحی بیشتر شود دومین دو عامل فشار هوا بود که گفت مرچ فشار هوا کمتر باشه کمتر برای مالکول های سطحی مایع ما مزاحمت ایجاد میکنه و مالکول ها آزاد میشه و تبخیر سطحی بیشتر رخ میدهد دیگه چی گفتیم دیگه گفتیم سطحی مایع سومین سو عامل هست که هر چقدر سطح مایع وسیع تر باشه مولکول ها راحت تر آزاد میشه و تبخیر سطحی بیشتر رخ میدهد خب حالا یک کار خانگی براتون آوردم شاگردای عزیز که با توجه به مطالبی که امروز یاد گرفتین میتونید شاگردای عزیز در ای قسمت این سوال را حل کنید در های خود انتقال بیتین و بر من روان کنید کار خانگی به این صورت هسته کدام یک از تغییرات فیزیکی زیر این و کدام یک این را نشان میدهد؟ خب تصاویر که گذاشتیم برایتان گذاشتیم می میتونید تشخیص بدیم که کدام یک این قباز است و کدام یک این بسات هست که جواب سایه برای ما روان میکنید. خوش های عزیز درس امروز ما تمام شد. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باشد.